یه کولر 5 کیلووات رو توی این خونه داریم توی اتاق. نکاتی رو که باید مد نظر بگیریم اینه که قبل از اینکه برکت رو بذاریم مطمئن بشیم که اونجایی که میخوایم سوراخ بکنیم برق چیزی زیرش نباشه، که بهترین حالت اینه که دستگاه تستر بگیریم. دستگاه تستر بهمون نشون بده که کجا برق شده، برق رد شده، که این حالت چوبشه، این حالت آهنه، این حالت برق، که وقتی که رد میکنیم تا اینجا نشون میده سیم برق رد شده، مطمئن میشیم که اینجا رو سوراخ نمیکنیم. خب وقتی مشخص کردیم برکت رو میذاریم، برکت رو این وسط جای ترازش میکنیم، جای سوراخ ها رو میزنیم، پیچ رو روش نصب میکنیم. بعد اتفاقی که میفته اینجا مشخص میکنیم که سوراخمون کجا میخوره، که اینجا یه فلش زده، از سر این فلش تا وسط سوراخ 130 میلیمتر. پایین سوراخ هم دقیقا یه خط میزنیم میخوره زیر سوراخ. اینجا رو الان اومدیم سوراخ بکنیم. یه برق آهن اومده جلوی کارمون، که کاری که انجام میدیم میام این برق رو با گردبر آهن میزنیم و گردبر بتونمون رو بعد سر اون میزنیم که حالا نشون میدیم. گردبر آهن رو میزنیمش، بعد دریل مطر رو که خواستیم بزنیم با زاویه میگیریم، با زاویه باید اینجا رو بگیریم که سوراخمون به این صورت بشه، یکم مایل به پایین بشه، به پایین بشه، که آب تخلیه که داره میاد مستقیم بره بیرون و از کولر تعریض نکنه. سوراخ دوم، چون که از این بر اگه آجری چیزی کنده بشه امکان داره بیفته پایین، چیزی رو بشکنه یا به قولن یا تو سر کسی بخوره، که به بچه‌ها میگیم که حواستون باشه این دیوار که الان سوراخی که بخوام بزنیم حدودا اینجا در میاد. خیلی مهمه که اون تیک آجری که کنده میشه پایین به چیزی نخوره، که حالا چیزی رو بشکنه یا تو سر کسی بخوره، که به بچه‌ها میگیم که پایین وایسه و حواسش به اون باشه که سوراخ الان میزنیم. برک گردبر که میزنیم گردبر رو تو آخر نمیاریم، بهترین حالت اینه که الان این سوراخی رو که اینجا سر مته میاد بیرون مشخص میکنه که سوراخ کجا میخواد بشه، و الان به خاطر اینکه اگه از اون بر بزنیم امکان داره این دو تا سه تا آجره کنده بشه، بهترین حالت اینه که الان این سوراخ اون بر که معلوم شد دریل میاریم، از اینجا سوراخ این بر میزنیم که بره داخل. که انجام دادیم سوراخ که زدیم کابل اول رد میکنیم، چون کابل رو از اینجا رد کردن یه مقدار مشکله که بخوایم از اینجا بیاریمش بیرون. کابل اول وصل میکنیم، بعد قبل از اینکه کولر بخوایم بزنیم بره داخل حتما باید مطمئن بشیم که این لوله تخلیه زیره، لوله تخلیه رو اول زیر میذاریم، بعد کابل میذاریم بغلش، یه چند تا چسب میزنیم که اون سر جایی که هست وایسه. این طرف هم کاب میزنیم، بعد یونیت رو راست میکنیم، میندازیم روی برکه. بعد کاری که انجام دادیم ایرکاندیشن و لوله‌هاش رو راست کردیم، یعنی خود لوله ایرکاندیشنی که اومده بیرون، یعنی مثل این الان اتفاقی که افتاده سوراخ رو اینجا زدیم، یک کولر هم اینجا داریم، لوله‌های خود ایرکاندیشن رو صاف کردیم، مستقیم میاد بیرون، یعنی اینجا بیرون فلرش رو انجام میدیم. این برکت هم طریقه نصبش به این صورته که این بالا رو اندازه‌هاشو میزنیم پیچ میکنیم، بعد میایم کندانسورمون رو از پایه‌اشو متر میکنیم که دهنش چقدره، میزونش میکنیم، صفر میکنیم، بعد کندانسور رو میزنیم بالا. این کولر رو، این برکت رو که اینجا نصب کردیم، تصمیم گرفتیم که لوله ها مستقیم بره بیرون، برای همین
لوله ها رو مستقیم راست کردیم، چون دو حالت داریم که سوراخ سمت یا سوراخ سمت چپ بکنیم، که پلن اولمون این بود که سوراخ رو سمت چپ بزنیم، لوله ها رو بیاریم بیرون اینجا بس کنیم به یونیت، که خوردیم به آهن و برق و عوض کردیم پلن رو که بیام لوله های خود ایرکاندیشون رو مستقیم ببریم بیرون، که لوله ها رو مستقیم از اینجا ببریم بیرون. و زمانی هم که میخوایم چسب بزنیم میایم لوله تخلیه رو زیر میذاریم که آب راحت بره. کاری که کردیم کابل آوردیم، کابل رو بس میکنیم، بعد یونیت رو بلند میکنیم میبریم نزدیک که لولهاش بره بیرون، کابل رو از او برمیکشیم، یونیت میاد میشینه رو سر این، میاد میشینه روی سر برکت، پایینش هم که دیگه چفت میشه به اینجا، گذاشتیمش رو برکت. بعد توی مدل میتسوبیشی برقش به این صورته که تو این دور یونیتمون 1 و 2 و 3 داریم، این کابلمون هم روش نوشته 1 2 3، 1 و 1 آوتدور یونیت بیرون نصب میکنیم، 2 رو به 2 3 هم به 3 ارث هم به ارث، که حالا برق بیرون هم نشون میده. خب این کولر رو که روی برکت نصب کردیم، دوتای لوله رفت و برگشتمون رو داریم که دوتا لوله رو عایق میکنیم. کولر ها همه کولر ها با مهره چیزشون میاد، یعنی مهره فلرشون همراهش میاد، بعد دوتا درپوش شیرامونو داریم که وقتی که بازش میکنیم میبینیم که شیرمون کاملا فرانسیته یا کاملا رفته جلو نشسته، که تو این حالتشو تغییر نمیدیم که وکیومو تست نیتروژنو وکیومو انجام میدیم. بعد که انجام دادیم که تست وکیومونی که انجام دادیم، شیرا رو با اکسید میکنیم. کولر جدید با گاز R32 داره میاد، گاز R410 داره کم کم از سیستم خارج میشه، که این جدیدترین گاز ها هست. بعد سیستم برق هم دوباره همون شماره 1 که به یونیت داخل وصل کردیم، 1 به 1، 2 به 2 3 به 3، این پایین هم فاز و نول میخوره، یعنی برق ورودیمون که فاز و نول و ارتمون هم اینجا میخوره، که اون زیر نوشته، زیر نوشته الو سیم ارت و یونیت داخلی دیگه هیچ برق نمیخوره، فقط 1 و 2 و 3 داخل وصل میشه، با ارت هم ارت وصل میشه. حالا بعد که وصل کردیم توضیح میدیم. کولر رو که باز کردیم، این لوله تخلیهش این بغل اینجا چسبیده، که کاری که انجام میدیم این از تو پلاستیک درش میاریم، این تخلیه دیفراست زمانی هست که رو حالت گرمایشی استفاده میکنیم، چون زمانی که رو حالت گرمایشی استفاده میکنیم این کندانسور شروع میکنه آب تخلیه میکنه، که این لوله رو میتونیم تو هر کدوم از این سوراخ ها، حالا دو تا سوراخ اینجا داریم بذاریم، حالا اگر این نزدیکتر به دیوار هست، حالا اینو میذاریم نزدیکتر به دیواره، این اینجوری پین میشه داخل این میخوره، که بعد اینجا لوله تخلیه میخوره میره تو تخلیه، این یه درپوش دیگه که چیزی نمیخوره، این به این صورت میره اینجا و بسته میشه. یعنی الان اگه نگاه به کولر بکنیم، این کولر تو حالت گرمایشی وقتی که کار میکنه که داخل گرمه بیرون سرده، و وقتی میره روی دیفراست آب میریزه، آب میاد کف کندانسور جمع میشه، از اینجا یه لوله میخوره میاد پایین و میریزه به قولن رو زمین، یا بیشتر انجینیرها چیزی نصب نمیکنن، چون که مثلا توی جایی هست که آب اگه بریزه رو زمین مشکلی برای کسی ایجاد نمیکنه، ولی اگه مثلا تو پیاده رو نصب میکنی که امکان داره آب بریزه رو سر مردم، و حتما درپوشا رو بزنیم لوله رو نصب کنیم. لوله رو اینجا وصل کردیم، لوله رو فلر کردیم وصل کردیم، و الان آماده وکیومه، ولی توی این کولر میخوایم نشون بدیم که اگر که پایپ لوله کشیمون کوتاه هست و جایی هست که نمیتونیم پمپ وکیوم رو بگیریم، چجوری هواگیری کولر رو انجام بدیم،
که توصیه نمیشه، بهترین روش اینه که حتما وصل بکنیم شلنگ و پمپ وکیوم رو وصل بکنیم، وکیوم بکنیم. ولی تو مواردی خاص که حالا پمپ وکیوم نداریم، پمپ وکیوم خرابه، لوله کشی کم هست، میتونیم هواگیری بکنیم که میبینیم خیلی از شرکت های سازنده کولر هم توی نصب خودشون توی کولرهایی که 3-4 متر لوله کشی داره همین روش هم توصیه کرده که کاری که انجام میدیم شلنگمون رو وصل میکنیم، شلنگمون که وصل میکنیم یه مقداری لوله رفتمون باز، لوله گیجمون، شلنگ شیر گیجمون رو باز میکنیم، بعد کاری که انجام میدیم لوله رفت رو باز میکنیم، اتفاقی که میفته گاز از اینجا میره، میره توی اواپراتور، به اصطلاح هوا رو، هوایی که داخل لوله هست و فشار میده و از اینجا خارج میشه. که میبینیم باز میکنیم میشینن که هست گاز از اینجا رفت، برمیگرده میگه اینجا و یه مقدار که هواگیری شد میبندیمش. شیرم که ببندیم، گاز این کولر R32 هست، این گیج هم که اینجا داریم مخصوص گاز 410 و گاز R32 هست. کولر گیج کولر با گیج یخچال فرق میکنه، لطفش هم اینه که لو سایدش تا 34 بار یا همون 500 بار داره، یعنی توی کولرها اکثرا ما 10 بار 12 بار داریم که اگه با گیج های معمولی که ماکسیمومش 8 بار هست بزنیم گیجمون رو خراب میکنه. برای همین حتما از گیج کولر گازی استفاده میکنیم. خب تموم که شد اینو کلن بکسید میکنیم، لوله برگشتمون رو کاملا بکسید میکنیم، این که کاملا بکسید شد دیگه آماده راه اندازی میشه که میریم روشنش میکنیم و برمیگرده میبینیم فشارمون روی گاز R32 فشار برگشتمون رو چند وای میشه. بعد هم که کارمون تموم شد گیجمون رو باز میکنیم و در پوشار روش میبندیم و آبم روش میبندیم و تموم میکنیم. که الان اون کولر بالا رو کارش انجام دادیم، تموم شده. یه برق موقتی هم کشیدیم اینجا، زدیم تو برق که ما برق ورودی کولر یا همون برق اصلی کولر به عهده برق کاره، ولی ما موقت برق میکشیم که تستش بکنیم، بعد کابل رو دومت میچینیم و برقکار میاد آیسولیتور سویچ اینجا نصب میکنه، سویچ برق نصب میکنه و برق میده به کولر که اون با برق کاره. کولر رو که برقش که وصل کردیم میام داخل روی سرمایشی کولر روشن میکنیم که اینجا مودش این مود گرمایشی که عکس خورشیده، دومی این رطوبت گیره یا اصلا بهش میگیم دی هیومیدیفایر، این فقط فن خالیه که مثلا توی فصلای بهار که هوا خوب هست و فقط میخوایم به عنوان فن ازش استفاده کنیم میذاریم. اینم حالات اتوماته که مثلا رفتیم مسافرت و میخوایم دمای خونه 21 درجه بمونه، حالا مثلا برای گیاهایی که تو خونه داریم یا اگر موجود زنده تو خونه داریم که میخوایم دما براش ثابت بمونه میتونیم بذاریمش روی حالت اتوس که اگر سرد بشه خودش اتوماتیک بره رو گرمایشی، اگر که گرم باشه اتوماتیک بره رو سرمایشی. دوتاش بکنم مثل هم گفتم. خب بعد که الان ما میخواییم این رو روی سرمایشی روشنش کنیم، بزنیم روی سرمایشی، دکمه روشن رو میزنیم و میزنیمش روی مینیموم. این هم سرعت فن تغییر میده، اینجا هم اکونومی و های پاورش داریم که الان روشنش کردیم. که الان در کنترل رو که باز کنیم یه سری تنظیمات دیگه داره که این لفت اند رایت، این شبکه های داخل رو لفت و رایت میکنه، که الان اینی که اینجا بزنیم
این حالتش اینجا تغییر میکنه، حالت اینجا این داره تغییر میکنه. یعنی من اگه بخوام مستقیم باد بزنه، مستقیم الان باد میزنه، یکی بخوام چپ بزنه، یکی راست بزنه، که بعد اینجا up and right رو داریم که این up and right اون جلویه رو تنظیم میکنه. یعنی الان بزنیم اینجا میام بالا وای میسه، اگر هم که بخوام اتومات باشه که اینی که بزنیم خودش پروانه بالا پای میشه، یعنی دوتا دارید چه داریم. بعد این هم تو حالت تیریدی، که تو حالت تیریدی باشه خودش به قولن به صورت تیریدی بالا پایین میشه. بعد تایمر رو داریم و یه سری هم برای سایلنت شب رو داریم، این هم مخصوص تایمره. این هم کولر میتسا بشیم. خب اومدیم کولر رو سرمایشی روشن کردیم، الان فشار برگشتمون روی 9 بار هست تو گاز R32. خب سوال اینجاست که بچه ها سوال میکنن که فشار برگشتمون رو گاز R32 باید چی باشه، چون که کولرها اینورتره و سرعت موتور بر اساس گرمای داخل کم و زیاد میشه، فشارم کم و زیاد میشه. یعنی همین الان که داریم نگاه میکنیم، اگر داخل شروع به سرد شدن شروع کنه، دمای محیط اتاق بیاد پایین، سرد بشه، اتفاقی که میفته دستور میده به کمپرسور، سرعت کمپرسور کم میشه، فشار میره بالا، داخل گرم میشه، نیاز به مایع بیشتری داره، سرعت کمپرسور میره بالا، یه مقدار فشار برگشت رو میاد پایین. و بهترین راه برای گازگیری کولرها اینه که کلن وکیوم بشه و با توجه به وزن گازی که رو خود کولر نوشته، مثلا 1.5-2 کیلو نوشته، ترازو بزنیم و طبق وزنی که کولر طراحی شده بهش گاز بزنیم. توی این سیستم هم نمیتونیم فشار های سایدمونو بگیریم، فشار رفتمونو بگیریم، چون که فقط کولر کوچیکه، 5 کیلووات و 5 کیلووات استلان توی ایران 18000 BTU هست. اگه واحد BTUش رو بخواهم بگیم، فقط دلیه ساکشنش میتونه فشار رو بگیریم. آماده است که گیجمون رو جدا بکنیم. کاری که انجام میدیم گیجمون رو باز میکنیم، نشه میکنه. تو این مدل خود شلنگمون سوزن داره، این مقدار فشار تو شلنگ میمونه، ولی تو مدل های دیگه امکان داره زمانی که باز میکنیم یه مقدار مایع از اینجا بیاد، که بهتر که دستکش ببوشیم و سریع بازش کنیم که اون فشار دهباره مایع به دستمون نخوره.